کارم علی حسین قاضی زاده اینجا در استودیو با من علی حسین میخوام از نامه اعتراضی وکیل شروین هاجیپور شروع کنم که به رئیس قوه قضایی نامه ای نوشته و نوشته که چطور هست که اون خواننده این ترانه که به هر حال شما محکومش کردین به دلایل اینکه اقدام علیه امنیت ملی کشور کرده به زندان الان از همین ترانه برای ترغیب مردم در ستاد انتخاباتی آقای پزشکیان استفاده میشه به نظر شما دلیل این کار است بله البته این هم بسیار در جمهوری اسلامی محسوب سابقه است به خصوص در بین اصلاح طلبان که اونها در انتخابات میخوان در واقع بخشی از آرای مخالفان نظام رو هم نمایندگی کنند و اونها رو جلب کنند به صندوق های به طور سنتی اصولگرایان نمیتونن از رأی مخالفان نظام بگیرند ولی این جریان من حتی در سال 88 یادم که سیاد اصلاح طلبان در واقع از ترانه چیرکای استفاده کردن که همون موقع اونها معترض شدن که بسیاری از کسانی که در اون صورت بودن شاید در مرگ اونها هم حتی نقش داشتن این بار هم قصه همین هست نه آقای پزشکیان مدافع شربین حاجی پور بوده نه مدافع در واقع معترضین خیزش محسا بوده نه کسانی که الان در این سال هست اصلا به اون روی کردی که اون بخشی از جامعه که برای یک تغییر بنیاد اصلا مفهوم این ترانه ایجاد تغییر بنیادینه در واقع زیر رو کردن آن چیزی هست که الان ما بهش میگیم جمهوری اسلامی و کسی الان که در واقع مدافعه سرسخت علی خامنه هست و مدافع در واقع اجرای سیاست های اصلی نظام هست داره از این ترانه استفاده میکنه یعنی یک دروغ بزرگی در واقع اینجا وجود داره مضاف بر اینکه که اساسا هیچ اجازه هم این نامه وکیل نشون میده که با عنوان از در واقع خالق این اثر هیچ اجازه هم حتی گرفته نشده یعنی ابتدای این اصل اخلاقی رو که شما باید از صاحب اون اثر اجازه بگیری برای پخش اون اثر و استفادهش اصلا این کارو صورت نگرفته و در کل کمپین انتخاباتی آقای پزشکی دیده میشه که هیچ اعتقادی در واقع نه به این ترانه وجود داره نه به در واقع خانندگی این ترانه فقط یک استفاده هست برای جلب آرای مردم ما قبلا شاهد تکرار این مسئله بودیم سرود ای, ای ایران سرای امید استاد شجریان همین اتفاق افتاده من. بود چقدر این چنین اقداماتی میتونه مردم رو به شرکت در انتخابات ترغیب و تشویق کنه ببین مجموعه این رفتارهایی که الان چه جمهوری اسلامی داره انجام میده چه ستاد پزشکیان بقیه جریان های دیگر که ما میبینیم حالا بیشتر سعی میکنن که از این ابزار استفاده کنن برای به حرکت در آوردن مردم و گرفتن رأی از اون بخش تحریمی جامعه در این انتخابات با این کارزاری که میبینیم چندان موثر واقع نخواهد شد به خاطر اینکه انقدر فاصله وجود داره بین مطالبات مردم و مطالبات اون بخشی از جامعه که الان دیگه میخوان تحریم کنن انتخابات رو و این کسانی که الان دارن در انتخابات در تشویق میکنن مردم رو انقدر فاصله زیاد هست که این گونه رفتارها نه فقط نمیکنه بلکه یک زنندگی هم به وجود آورده که شما میخواین بخش برانداز جامعه بخش مخالف حکومت رو بیاری رأیش رو بگیری اما کوچکترین وعده برای تغییر حتی نمیدی و رسما هم اعلام میکنی که در انتخاباتی من هر کسی میتونه بیاد اما وقتی رأی آوردم من آن چیزی رو میگم که رهبر جمهوری اسلامی خواهد گفت نه عملا با چنین فاصله ای که وجود داره نه این کارها ترغیب ایجاد نمیکنه بلکه بیشتر سپاس ایجاد از شما علی حسین قاضی زاده همکارم جا در استودیو با ما